ستارت كابتشر. خب كابتشرمون هم شروع شد، بریم ادامه جلسه رو شروع کنیم با هم. خب من برم صفحه بعد رفته اشاره. خب پس ما دیگه رو جوین به اون صورت حرف نمیزنیم، یه بحث فقط، چون این سوال قبلا سمیر داده بود راجع به بحث کاردینالیتی. خب من توضیح بدم، ببینید ما گفتیم دیگه کاردینالیتی کاردینالیتی میشه تعداد سطرهای جدول و دیگری یا درجه میشه تعداد ستون جدول. خب ممکنه ازتون مثلا بپرسه که چه میدونم من یه ریلیشن R دارم خب با درجه M کاردینالیتی N، و یک ریلیشن S دارم با درجه A و کاردینالیتی B. یعنی چی؟ یعنی آقا S A تا ستون داره خب، و B تا کاردینالیتی، A را هم M تا ستون داره و N تا سطح. خب مثلا چه میدونم بگه که سلکت روی R به ازای مثلا یه شرط C کاردینالیتی چیه؟ مثلا کاردینالیتی اینو من بگو. و خیلی واضحه، یه دو دو تا چهار تا خیلی ساده است. ببین شما درس بلدید، کسی که درس بلده باید فکر کنه من میدونم سلکت چی کار میکنه. خب حالا یا سلکت هیچی اصلا به من تو خروجی نمیده. چرا؟ ممکنه که آقا من شرطی که می‌نویسم رو هیچ کدوم از سطرهای جدولم برقرار نباشه، بنابراین هیچ سطری تو جواب نمیاد. یا این شرطی که من دارم رو ریلیشنم اعمال میکنم به ازای تک تک سطرها درسته و میشه n، کاردین درجهش هم همون m در هر صورت میمونه چون سلکت درجه رو تغییر نمیده. خب بعد ممکنه مثلا ازتون بپرسه که r ضرب در s کاردینالیتی چی میشه. خب اگر یکم ترکیبیات یا کامبینیتوریال اهل فن بهش میگن بلد باشید، میدونید که آقا من دارم m تا ریلیش n نه نه من دارم n تا سطر رو خب میچسبونم کنار b تا سطر، یعنی هر یه دونه از این به b میچسبه، هر یه دونه از این به b. خب این چند تاست؟ n تاست. پس میشه چی کاردینالیتیش؟ میشه n ضرب در b. درجه اش میشه، خب این دوتا با هم میچسبه پس درجه هاش با هم جمع میشه، میشه آی به علاوه ام. خب حالا ممکن ازتون بپرسه که آره جوین اس جوابش چی میشه؟ اینو بگو کاردینالیتیش چیه. خب ببینید بچه ها، این شرط جون، چون اینجا شرط داریم خیلی مهم، اولین بحثی که وجود داره اینه ممکنه من آ رو با اس جوین بکنم و خروجی اصلا نداشته باشم. بله میشه، شرط روی هیچ کدوم از سطرها صادق نیست و جواب شما میشه صفر. در بهترین حالت هم شرط روی تک تک سطرها صادقه و میشه بازم همین n ضرب در b. منتها یه نکته ریز کوچولو من دیدم تو بعضی جاها نوشتن، خب اونم اینه که میگه آقا اگر R و S ستون مشترک داشته باشن پس یه بار دیگه اگر R و S ستون مشترک داشته باشن کاردینالیتی R جوین S میشه حداقل مینیمم R و S. همین. و بهترین جواب جای مینیمم آر و اس اینه که اون ستون توی کجا کلید اصلیه. خب کاردینالیتی این الان با یه مثال بهتون توضیح میده. بیاید همین بالا یا اینجا. خب ببین من موقعی که ورکس آنو با پراجکت جوین میکنم ستون مشترک داره،
پس خیلی بعیده که جواب من صفر بشه. خب جواب من چی میشه؟ ببین مثلا من الان شما ببین توی ورکس آن خب دارم مثلا چونم پی آی دی بین صفحه است، مثلا اینجا بنویسم، مثلا اینجا من تو ورکس آن مثلا پی آی دی مثلا دارم 100، خب توی پروژکت هم 100ه، درسته؟ خب این چند بار به هم میچسبن؟ به تعداد هرچی که این داره دیگه، ولی حداقل یه بار رو میچسبه، یعنی حداقل این یه دونه رو به این میچسبه، درسته؟ برای همینه که من گفتم مینیموم این دوتا، یعنی من باید یه کف پیدا کنم یه ساق پیدا کنم. اما ببین من نظرم اینه توی امتحان اومد شما لازم نیست این قضیه رو مطرح بکنی که ممکنه ستون مشترک داشته باشن، ممکنه هست نداشته باشن. خب حالت کلی تر اینه، شما حالت کلی تر رو بنویس، بگو آقا یا شرط جوین روی هیچ کدوم از سطرها اعمال نمیشه، جواب من کاردینالیتیش میشه صفر، یا شرط جوین من روی تک تک سطرها اعمال میشه انگار که دارم ضرب دکارتی میکنم. دقیقا همون جوری وقتی شرط روی تک تک سطرها اعمال میشه انگار ضرب دکارتی میکنم، پس کاردینالیتی میشه n ضرب در b، درجه هم دقیقا همین i علاوه m. اوکی بابا، سوالی مشکلی مسئله؟ پس کوئری تا کوئری 7 خودتون حل میکنید انشاءالله. ما بریم سراغ یه کوئری جدید و قشنگ و یه بحث جدید. هی بابا ساینه. خب من ابتداعاً کوئری 10 رو براتون هم 8 رو بذار براتون حل کنم. بیا بیا خب 8 8. خب سوال چی میخواد؟ میگه ببین آیدی کارمندانی که در پروژه 1 کار که در پروژه 1 کار کرده اند ولی در پروژه 3 شرکت نداشتند. خب فکر کنید و جواب منو بدید. چوک این که بود یه باران شکفته به هوای یاد از اون بهاران که شد خزان به پای. خب ببینید تقریبا یه چنین چیزی به مثلا من میخواد، میگه آقا من ای آیدی میخواد، آیدی کارمند که روی پروژه یه کار کرده ولی روسه کار نکرد. خب من الان یه جبر مینویسم واسه این، یه جواب بنویسم با چیزی که تا الان خوندیم. من میگم خب ببین چقدر خوبه ای آی دی پی آی دی خواست، هم خواسته هم شرطمون تو یه جدوله تو ورکس آنه. اوکیه ببین درسته پی آی دی تو پروجکتس هم هست، ورکس چه میدونم ای آی دی تو ایمپلوی هم هست، میتونی با ورکس آن جوینش بکنی، اما گفتم با اعصاب مصحح امتحان بازی نکن، سختش نکن، خیلی راحت تو کم و کوچولو جواب بده. وقتی همش تو ورکس آن هست همونو بچس. اینم که دیگه گفته یه پروژه یک پروژه است، یعنی عدد آی دی. خب من میام پس یه سلکت خوشگل میزنم، بذار یکم بالاتر میرسم از فضا نهایت استفاده رو ببریم. من میام اینجا میگم یه سلکت بزن روی ورکس آن. خب شرطو بذار پی آی دی مساوی 1 اند پی آی دی مخالف 3 و پروژکتس ای آی دی. خب خوبه؟ اگه خوبه تایید کنی. خوبه خوب نیه چجوری بچه ها؟ چون ندارم اتون من.
آقا اگه خوبه یک بدید تایید کنید. دیگه صاحب نه چون تازه اومدی خسته نباشی. بابا یه کوئری دادم برش نوشتم دیگه، میگم آقا آیدی کامنده که تو پروژه یک کار کردم ولی رو پروژه سه کار نکردم، خاصه ای آیدی شرط پی آیدی مساوی یک پی آیدی مخالف سه. منم این کوئری رو نوشتم، اگه باش موافقی تایید کن. خوب شد بابا، دو حالت داره دیگه، یا درسته یا غلط. خب پس متوجه شدید که این درست نیست. اما بچه ها به راستی که چرا این درست نیست، یه مثال خیلی ساده بزنم. فرض کنیم ورکس آن این ای آی دی، این پی آی دی، اینم اورز. اوکی بابا، یک دو سه یک ای دو سه یک ای سه چهار سه ای دو پنج، یک کاش من صافه نیستم ها، سه ای سه شیش دو ای یک هفت. خب من میام این کوئری که این بالا نوشتم که این غلطه بچه ها، این درست نیست، ببینید غلطه، رو این اجرا بکنم بفهمم چرا غلطه. اوکیه؟ خب میام سراغ سطر اول بررسی میکنم آیا پی آی دی یعنی نشد. ما یه بار تو عمرمون یه جور خراب میگه چی؟ میگه بر ما گذشت نیک و بدم ما تو روزگار، فکری به حال خیش کنی روزگار نیست. میایم اینجا سطر اول، من پی آی دی رو چک میکنم، ببین میگه شرط رو یعنی چک میکنم، میگه آیا پی آی دی مساوی یک هست؟ میگم بله. و پس اند، این یه شرط منطقیه بچه ها، ببینید P and Q کی درسته؟ زمانی که هم این درست باشه هم این درست باشه، این درسته. اگر این فالس باشه این درست باشه، این فالسه. اگر این درست باشه این فالس باشه، این فالسه. جفتشون هم فالس باشن این فالسه. برگردیم به درس مدارات منطقی. خب پس این دو تا زمانی یه شرط رو میارم بیرون که هم این شرط ترو بشه هم این شرط ترو بشه. خب آقا پی آی دی مساوی یک هست، بله. مخالف سه هم هست، آره دیگه، یک مخالف سه، پس اینو بیار تو جواب، اینو اومد تو جواب، ای آی دیش هم بیار تو جواب، ای یک رو بیار تو جواب. اوکی برو سراغ سطر بعدی. شرط پی آی دی مساوی یک هست، بله. مخالف سه هم که هست، بله. ای دو رو بیار تو جواب. اوکیه، برو سراغ سطر بعدی، اینم میاد تو جواب چون پی آی دیش مساوی یک، مخالف سه هم هست، ای سه هم، پس بیار تو جواب بابا. ای دو، خب شرط رو بررسی کن، آیا پی آی دی مساوی یکه؟ نه. پی آی دیش مخالف سه؟ نه، چون پی آی دیش هم، یعنی جفت شرط غلطه، هم این فالسه هم این فالسه، پس این اصلا تو جواب نمیاد، یکیش هم فالس بود نمیاد. حالا من دوتاشو بررسی کردم، این هم همینطور، این هم تو جواب نمیاد. چرا؟ پی آی دیش مساوی یک نیست. خب پس جواب میشه این. خب یه دقیقه بریم بالا، میگه آیدی کارمندانی که در پروژه یک کار کردن ولی در پروژه سه شرکت نکرد. خب اینجا نگاه کن، ای دو و ای سه جفتشون رو پروژه سه کار کردن، مگه نه؟ مگه نه؟ تو جواب اومدن نباسی اومد. ای دو ای سه نباز توی جواب من میومدن. چرا؟ چون هم ببین اینجا نگاه کن، ای دو روی یک کار کرده قبول، ولی گفته نباز رو سه کار میکرده، ببین اینجا رو سه کار کرده. ای سه هم اومده تو جواب، نباز میومده. چرا؟ چون ببین
ایسه روی یک کار کرده قبول، اما اینجا ایسه رو سه هم کار کرده، نباس کار میکرده. این نباس کار میکرده که نباس تو جواب من میومده، ولی اومده. تنها کسی که به حق تو جواب من اومده ایه که رو پروژه یک کار کرده و واقعا رو پروژه سه در پروژه سه شرکت نکرده. پس این جبری که من نوشتم درست نیست بچه ها، باید جبر دیگری بنویسم که جواب این سوال را بدهد. خب اپراتور کم میاریم، روک بگم هیچ راه دیگه ای نداره، یعنی الان شما هر جوری که میخوای بزن، اصلا جوین بکن، فلان بکن، بیسا بکن، هر کاری دوست داری بکنی بکن. خوبه من یه اپراتور جدید معرفی میکنم. خب دقیقا اپراتوری که میخوام معرفی بکنم منهایه. فقط یک لحظه صبر کنید. خب یک لطفی فقط به من بکنید که نه نمیخواد لطف کنم. خب بریم اپراتور بعدی رو معرفی کنم خدمتتون. خب اپراتور بعدی اپراتور ماینس سابترک. یا منها و تفاضل. باز دوباره تاکید میکنم بچه‌ها، منهای اینجا مثل منهای جبر رابطه ای نیست. خب ببین آقا، تا الان ما هرچی عملگر گفتیم رو هر نوع ریلیشنی میشد زد. شما هر ریلیشنی با هر ریلیشنی میخواستی ضرب میکردی، جون میکردی، از هر ریلیشنی میخواستی سلک میگرفتی، از هر ریلیشنی میخواستی پروژکت میگرفتی. هیچ محدودیتی وجود نداشت. یعنی من نمیومدم برات شرط تعیین بکنم که بگم ببین حواست باشه ریلیشنات این شرطا رو داشته باشه. اما اپراتور تفاضل یا همین منها، مثلا اگه آ یک ریلیشن باشه، بی هم یک ریلیشن باشه، به این صورت نمایشش میدن، یک سری پیش شرط دارد. بگو ببینیم چیه پیش شرطاش. یک، هر دو ریلیشن درگیر در جبر باید هم درجه باشند. دو، هر دو ریلیشن باید ستونهایش نظیر به نظیر با هم دامنه یا هم دومین باشن. خب یکم توضیح بدم اینا چیه. ببین من اگر بخوام یک ریلیشنی یا یه ریلیشنی کم بکنم، باید تعداد ستون جفت ریلیشن با هم برابر باشه. یعنی مثلا آ باستی، مثلا اگه مثلا آ دو ستون است، مثلا اگر آ مثلا هستش میدونم ایکس و وای، بی هم باید مثلا باشه چه میدونم زد و دبلیو. تعداد ستون ها باید با هم برابر باشه. خب حالا این که میگیم نظیر به نظیر با هم دومین باشن یعنی چی؟ یعنی این که این ایکس از هر جنسی هست، زد هم از همون جنس باشه، این ایگرگ هم از هر جنسی هست، دبلیو هم از همون جنس باشه. خب مثلا شما ممکنه که اینجا عدد ذخیره بکنه، اینجا مثلا نه کرکتر ذخیره بکنه. خب پس زد هم باید عدد باشه، دبلیو هم باید کاراکتر باشه. از این دقیق تر بحث دومین کلا بچه‌ها، یعنی بحث دومین خب با کانسترینت یکم متفاوت. کانسترینت ببینید بچه‌ها، کانسترینت محدوده است. ببخشید بچه ها، دومین محدود است. مثلا شما میگی آقا این عدد باشه، یا مثلا میگی فقط عدد یه رقمی باشه، عدد چه میدونم تا عدد سه رقمی مثلا باشه، مثلا 20 تا کاراکتر باشه، بیشتر نباشه، اینا میشه دومین. اما کانسترینتی که تعریف میکنی، مثلا تو چه میدونم ایکس باید حتما نام باشه، اون باید نام انسان باشه، اون یکی حتما باید شهر باشه. خب بهتره که تو منها حتی ستون ها نظیر به نظیر هم کانسترینت هم باشن، اما ما سختش نمی کنیم.
زیاد نمیخوایم بهتون فشار بیاریم، هم دومین هم باشن کافیه. یعنی آقا ایکس اگر عدد زد هم عدد باشه، خب ایگرگ هم اگر هر چیزی این دبلیو هم همون هر چیزی باشه. خب پس این میشه شرط یک و شرط دو. اگر حتی یک کدوم از این شرط ها رو نداشت، میگیم این دوتا ریلیشن قابل تفاضل نیست، سابترکتیبل نیست، اوکیه؟ پس من فقط و فقط زمانی میتونم منها بکنم که ستون ها هم درجه باشن و نظیر به نظیر ستون هاشون با هم هم دامنه باشن یا هم دامنه باشن. خب حالا بگه اینم بگم بیا. خب این تعریف ریاضیش میشه تی به قسمی که تی عضو آ باشه اند تی عضو بی نباشه. تمام شد. راه تی رو اگه بگیم یه تاپل، هم درجه یعنی هم تعداد ستونا، درجه میشه ستون دیگه. یعنی مثلا اگر آ درجه دو، یعنی دو تا ستون داره، بی هم باید دو تا ستون داشته باشه، درجه دو باشه. بی نمیتونه سه تا ستون داشته باشه، یا بی نمیتونه یه ستون داشته باشه. خب یعنی اگه مثلا بی یه ستون داشته باشه، اون وقت دیگه نمیتونیم منها بکنیم، باید حتما تعداد ستوناش با آ برابر باشه. اینم دیگه خیلی واضحه دیگه. چطور تی مخفف تاپل میگیم؟ آقا جوابمون میشه یه سری تاپل به قسمی که این تاپل عضو آ باشه ولی عضو بی نباشه. اینم تعریف ریاضیش خیلی ساده و خیلی مبرهنه. بریم سراغ حل مسئله. خب پس بچه قبول دارید این غلطه؟ خب این غلطه. حالا میخوام درستشو بنویسم. بیا پایین بعد درستشو بنویسم. درستش را بیارم. خب یه ایده بدم برای حلش. میگم آقا اول بیا اونهایی که روی یک کار کردن را پیدا کن. خب من برم پیدا بکنم، سلکت بزنم روی works on، میگم که PID مساوی یک باشه. خب جواب این بچه قبول دارید این میشه دونه دونه سطر رو بررسی بکن، هر کدوم پیادش مثلا یکی بیار تو جواب، یک ای دو ای سه. خب قبول داری این ناخالصی داره؟ ناخالصیش کجاست؟ این ناخالصیه، اینم ناخالصیه، درسته؟ این دو تا ناخالصی رو من بعد چیکار بکنم؟ ابین ببرم. خب چجوری میتونم ای دو ای سه رو ابین ببرم؟ بچه‌ها یه نظر به من بدید چجوری ای دو ای سه رو ابین ببرم؟ اتفاضل کمک بگیرید. آها یعنی بیام چیکار بکنم؟ بیام یه سلکت بزنم روی ورکس آن، بگم آیدی مساوی 3، اینو منهای اون بکنم، درسته؟ خیلی خوب انجام. خب بچه ها این طور می شود منهای سلکت دوباره روی ورکس آن. خب اینجا بزنم PID مساوی 3. خب ببینید بچه ها، من اگر اینو ران بکنم، اینو اگر ران بکنم کی میاد بیرون؟ این سطر میاد بیرون، این سطر هم میاد بیرون. خب ای دو ای سه توش هست دیگه، ناخالصی من توش هست، درسته؟ حالا حساب بکن اینو از این کم بکنم، کی میمونه؟ فقط ای یک میمونه و میشه جواب. فقط خواستم از کل این در بیارم، پروژکت بزنم ای آی دی رو در بیارم. اوکیه؟ اگر اوکیه یکو بدید. بچه اوکی نیست، هر کی بتونه غلطشو بگه خیلی کارش درسته. البته بعضی ها قبلا سر کلاس های تمرین ما بودن. آقا هادی اگه شما میدونی یا قبلا هم شنیدی اینجا نباس لو بدی، بذار اینا فکر کنن. آقا عرفان شما هم قبلا بودی، شما هم سکوت اختیار کن، بذار واقعی دوستان این غلطه. بچه ها اگه کسی تونست بگه چرا غلطه خیلی دمش گرم. مثل کدوم بالایی شد؟ اینجا رو منظورته؟ مشکلش چیه؟ چرا مثل بالایی شد؟ من اومدم اول یه سلک زدم روی ورکس آن، خب
اونها یه کشیدن بیرون که پیادیشون مساوی یکه، رنگو عوض کنیم. خب یعنی اینو کشیدن بیرون، اینو کشیدن بیرون، اینم کشیدن بیرون، درسته؟ خب حالا دوباره یه سلکت دیگه زدم، اونایی که پیادیشون مساوی سه رو کشیدن بیرون، یعنی اینو این، اینو از این کم کردم. خب چی میمونه؟ این پمسه بالایی نشد. ولی غلطه بچه ها، اصلا اگه خیلی دقیق تر بخواید بدونید، جواب این کوئری هیچیست. یعنی اگه اینو اجرا بکنید هیچی تو خروجتون نمید. اگه یکی بتونه بگه چرا. آها اینم بهتون میگم که، و به این نکته خیلی دقت کنید که عملگر تفاضل در جبر رابطه‌ای با عملگر تفاضل در ست تئوری متفاوت است. نه کم میشه، چون ستون به ستون هم دو هم هم دومینن هم درجه هاشون یکی، اتفاقا کم هم میشه. آها 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 راست میگه. اینجا رو ببین، اصلا جواب این کوئری چرا، جواب داره این کوئری، هیچی نی، یعنی جواب داره، موضوع مرتب جواب شما درست نیست، فقط اگه کسی بتونه بگه چرا. کم میشه ولی غلطه، یعنی جوابی که بهم میده جواب درستی نیست. خب بچه های عزیز، حالا که دیگه مغزتون بیشتر از این نمیکشه و اینا، من مجبورم که وارد بشم. خب من اول این تیکه رو اجرا میکنم، خروجی این تیکه رو ببین، یک دو یک ای دو سه یک ای سه چهار، اون یکی هم اجرا میکنم، خروجیشو ببین، سه ای دو پنج سه ای سه شیش، درسته؟ این میشه جواب این، این یکی هم میشه جواب این. ببین زمانی که من دارم این ریلیشن رو از این ریلیشن کم میکنم یا منها میکنم، در از دارم در از چه اتفاقی داره رخ میده؟ میاد شروع میکنه سطر به سطر اینو میگیره مقایسه میکنه، آیا من این سطر رو توی این جدول دارم؟ اگر این سطر توی این جدول بود تو خروجی نیار، چون میخوام کم بکنم دیگه منها بود. اما اگر این سطر توی اینجا وجود نداشت تو خروجی بیار. خب یک دو تو این وجود داره؟ نه، پس بیارش تو خروجی. بیا یکم بالاتر بنویسم، یکم صاف بنویسم، یک دو، برو سراغ سطر بعدی، یک ای دو سه. ببین نیایی بگی این ای دو داره، اینم ای دو داره، پس این کم میشه. اصلا این سطر باید اونجا باشه، اینش، یعنی این ستون یک، این ستون ای دو، این ستون سه، غیر از این بود میاد تو جواب، تعارف نداره تفاضل با کسی، پس یک ای دو سه قطعا میاد تو جواب، یک ای دو سه میاد تو جواب، یک ای سه چهار چطور؟ اینم میاد تو جواب. چرا؟ چون من اصلا چنین سطری اینجا ندارم. باز ببین تأکید میکنم، نیای بگی این ای سه، اینم ای سه، پس این از این کم میشه، تو خروجی نمیاد. این سطر باید اونجا رخ داده باشه، یعنی زمانی من حق دارم یک ای سه چهار رو توی خروجی ننویسم، اول بذار بنویسم، من زمانی حق دارم اینو تو خروجی ننویسم که یک ای سه چهار اینجا باشه، حتی اگر این چهاره اینجا بشه سه، بازم این تو خروجی میاد، با اینکه یکش با یک این برابره، ای سهش با ای سه این برابره، اما ببین این چهار این سه، پس این دوتا صد دوتا بردار مختلفن، دو انتیتی مختلفن، پس این دوتا صد اهم کم نمیشن، یعنی این منهای این نمیشه، این میاد تو جواب، یک ای سه چهار تو جوابه، اینو من کم چهارش کنم، این تو جوابه. حالا من اومدم چیکار کردم؟ این دوتا رو هم دیگه کم کردم، حاصل شده این
این ستونم کشیدم بیرون، همون شد. فکر کنم علی نگمانش هم همینو گفت، آره مثل هم بوده. درست گفتی علی. آره علی هم علی درست گفت، دقیقا همین شد. چیکار بکنم که درست بشه؟ اگه یکی تونست بگه یه تغییر کوچیک بدم درسته کنیم. کم شدید بچه ها، 30 خورده‌ای بودید دیگه. دوستان کم آوردن. آفرین. قبل از اینکه مینه ها بهتر بود اینجوری بگید، قبل از اینکه مینه ها رو انجام بدم بیا پروژکت رو بزن. پس بیایید یکم جوابمون رو عوض کنیم، بیاید عوضش کنیم. من این پروژکت رو از کل پاک کنم، این پرانتز رو پاک کنم، این هم پاک، این نه این باشه، این من ها رو پاک کنم، پرانتز آخری رو پاک کنم. خب بیام رو این هم یکم بیارم این وقتا عوضی. بیام چیکار بکنم؟ بیام بگم که رو این پروژکت بزن، ای آی دی شو درار، منها کن، رو کل این پروژکت بزن، ای آی دی شو در بیار. یعنی ای آی دی ها رو از هم کم کن، نه ریلیشن. خب بریم بالا، بریم بالا، بریم بالا. نگاه کن منو، نگاه کن منو، این سبز. خب من میام از این یه سلیک زدم، اینو کامل در آوردم، اینم سلک زدم، اینو کامل داره بردم. حالا این دوتا رو از هم تفریق کن. ای دو اینجا ها اینجام هست، پا ای دو تو جواب نمیاد، ای سه اینجا هست اینجام هست، پا ای سه تو جواب نمیاد. تنها چیزی که میاد تو جواب یک و تمام. گرفتی چی شد؟ اوکیه؟ اگه کسی نگرفته بگه ها. ببین من میتونم بیام اینجا کوئریو بنویسم، جوابم بنویسم، یه توضیح هم بدم، ردشم برم. چرا دارم خودمو میکشم؟ دو بار کوئری رو غلط نوشتم. ببین دو بار کوئری رو غلط نوشتم، این یه بار، اینم بار دوم بود که اصلاحش کردم که یاد بگیری بفهم. یه بار دیگه آخرش توضیح بدم. ببین ما اومدیم چیکار کردیم؟ من موقعی که اومدم اینو منهای این کردم، خب یعنی این پروژکت ها نبود، فرض کن الان این پروژکت نی، این پروژکت هم نیست. خب من این سلکت رو منهای این سلکت کردم، روش پروژکت زدم. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش شد آقا این نتیجه این سلکت سمت چپیه، اینم نتیجه سلکت سمت راستیه. خب موقعی که من این دوتا رو اهم کم میکنم، عین این سه تا صد تو خروجی من میاد. چرا میاد؟ به این خاطر که من این 300 رو تو سمت راست ندارم. زمانی این تو جواب نمیاد که من عین این سطر رو اینجا داشته باشم. مثلا گفتم، مثلا فرض کن من اینجا یه مثلا یک ای سه چهار داشتم، خب اون وقت دیگه این تو جواب نمیومد. اما الان که ندارم، اصلا من اصلا همچین چیزی ندارم، من اصلا همچین چیزی ندارم. خب برای همه چه اتفاقی میفته؟ عین این 300 میاد تو جواب. و موقعی که من پروژکت میزنم این ستونو میارم بیرون، هم ای یک میاد، هم ای دو میاد، هم ای سه. در صورتی که ای دو و ای سه نبود تو جواب من میومد. من اومدم گفتم خب بیا چیکار کن، بیا قبل از اینکه تفریقو انجام بدی ستون ای آی دی رو بکش بیرون و ستونهای ای آی دی رو از همدیگه تفریق کن. اینجا همین کارو کردم، این اصلاحیه برای همینه. اومدم قبل از اینکه منها رو انجام بدم رو سلکت پروژکت زدم، ای آی دی رو کشیدم بیرون، اینجا هم رو سلکت پروژکت زدم، ای آی دی کشیدم بیرون، ای آی دی ها رو هم کم کردم. موقعی که ای آی دی ها رو هم کم میکنم، ببین میخوام الان یکو، میخوام الان این ستون، این ستون کم کنم. خب یکو وردار، برو اینجا بگرد، اینجا یک میبینی تو این ستون ها، نه تو کل این ریلیشن، تو این ستون سبز رنگ نه. پس یکو بیار تو جواب، آوردم. برو سراغ بعدی، ای دو، اینجا ای دو میبینی، آره، پس ای دو رو نیار تو جواب. خب نمیارم. برو سراغ بعدی، ای سه، اینجا ای سه میبینی، آره، پس ای سه رو نیار تو جواب. نیوردم جواب، فقط شد ای یک. و واقعا هم توی جدول اصلیم که این بود، فقط ای یکه که رو پروژه ای یک کار کرده، ولی رو پروژه ای سه کار نکرد. اگه بازم سوال هست بگید، بهتر توضیح بدم.
پس بچه ها خیلی مواظب تفریق باشید. میتونم به جرئت بگم نامردترینشون تفریق، تفریق و اشتراک. چرا؟ چون اینا موقعی که میخوای تفریق بکنی یا میخوای اشتراک بگیری، کل سطر رو باید با هم در نظر بگیری. میدونی چی بهت میگم؟ مثلا نیایی بگی چون اینجا مثلا من یه ایدو دارم، اینجا هم یه ایدو دارم، پس این تو جواب نمیاد، یا اگه اشتراک بود این تو جواب میاد. نه، این سطر باید اونجا باشه، این سطر، این سطر. خب حالا که انقدر خوب دارید میفهمید، خب نه راحته، خودتون میتونید حل کنید. خب 11 یه نمه بکنم پیچیده است. آره من 11 رو حل کنم سریع. بعدیم حل پروژه میخواد، نفهمید. نه دیگه بعد حل پروژه نمیخواد. چرا؟ چون اینجا پروژه شما میزنی ای آی دی رو در میاری، اینجا پروژه میزنی ای آی دی رو در میاری دیگه، نتیجه آخر یه ستون ای آی دیه. خاصه مسئلت هم چی بود؟ خاصه مسئله کو؟ خاصه مسئله هم یه ستون ای آی دیه، بنابراین نمیخواد دیگه، خودش در آورده. خب بریم سراغ سوال بعدی. ببین خود ادگار کاد الان زنده بشه، بنده خدا 2003 فوت کرد، بیاد اینجا براتون اینا رو حل بکنه، ممکنه مثلا بفهمید. حالا نمیدونم من خوب میتونم درس بدم یا نه، این نمیدونم هنوز، بستگی به شما داره، شما برام بگی که من دارم خوب میگم. اما حتی اگه الان خیلی خوب بفهمی، بری پشت سرت هم دیگه نگاه نکنی، تا جلسه بعد همش پریده. باید تمرین نکنی. ببین ریاضیه، دیتابیس یعنی ریاضی. خب شما موقعی که میخوای ریاضی امتحان بدی، نمیشینی جزواشو بخونی یا مثلا فقط سر کلاس بشینی بری بعدا توقعشوشو پاس شی، میشینی کلی نمونه سوال حل میکنی که بتونی پاس شی. دیتابیس باید نمونه سوال حل بشه. من کلی به شما نمونه سوال دادم، فقط باید بشینی حل کنی دیگه. اوکی خب من یه کوئری دیگه، من این تفاضل حل کنم. خب مثلا این کوئری 10، ببین کوئری 10 من فقط توضیح میدم دیگه، زیاد حل نمیکنم. خب چون میخوام برسونم امروز به یه جایی کارو. آیه میگه که کدام کارمندان در پروژه S2 شرکت نکردن؟ تقسیم الان مونده، سلف جوین مونده، این دوتا مهمه. بعد محاسبه مین و مکس بدون استفاده اگریگیت فانکشن، اونم مهمه. پیاده سازی جبر رابطه تقسیم هم هست، و پیاده سازی جبر رابطه لفت آوتر جوین، رایت آوتر جوین. یه توضیح هم راجب آنتی جوین و سمی جوین، یکم هم همون اگریگیت ها جبر تموم. بعد بریم سراغ دیتاش دیزاین. اما من تقویم رو دیدم. خب ببین شما، من یه نظری دارم. من حس میکنم بچه ها دیماه کلاس ها دیگه تقلق، یعنی دیماه اوکیه. خب ما 2 هفته تو دی میتونیم کلاس داشته باشیم و به نظر من بذاریم. خب چون جمع نمیشه الان جبر، احتمالا این جلسه جمع نشه، باز من برکشونم به جلسه بعدی، چون سوال امتحان هنو حل نکردم، فقط تازه دارم یه درس میدم. خب بعد دیتاش دیزاین خیلیه. بعد بچه ها SQL هم میدونم که نمیتونید بنویسید. فکر نکنید SQL insert delete update create drop چه میدونم index create view create index، نه. SQLی که شما سر جلسه امتحان می‌نویسید select، منتها select ساده نیست. یعنی امینی اینجا یه select واکری کلی نوشتی، یه پرانتز واکری دوری، یه select واکری کلی نوشتی، یه پرانتز واکری، یه select واکری کلی نوشتی، بعد اینا رو بفهمی. نه چون میخوام تمرین های بیشتری، مثلا من الان توقعم اینه شما خودتون رو نمونه سوال امتحان حل کار بکنید. خب و بعد یه چیزم بهتون بگم، ممکن مثلا گیرم من نمونه سوال امتحان حل کنم، چه تضمینی وجود داره اون نمونه سوال دوباره تو امتحانتون بیاد؟ مثلا گیرم شما الان رو تمام نمونه سوالی تسلطی پیدا کردی که من اگه این سبک بیاد حل میکنم، ممکنه اون سبک نیاد.
چون صمیمی آدمیه که این بازی رو بعضی وقت در میاره، میدونی چی میگم؟ برای همین مجبورم. بعد من خیلی دارم به شما بچه ها ساده تر یاد میدم، میتونید بپرسید از بچه هایی که ترمای پیش، چون ببینید امتحان روحانی واقعا اولمپیاد دیتابیسه. خب یعنی واقعا میشینه فکر میکنه که سوال بده و اصلا یه چیز عجب غریبی دیگه، یعنی یه چیز کاملا عجب غریبیه. من براتون سوال سخت حل نمی کنم، من براتون خیلی پیچیده و خیلی عمیق تر و اینا، مثلا من برای بچه روحانی هر حرفی که میزنم رو اثبات میکنم، چون میدونم ممکن روحانی تو امتحان بده، مثلا تو امتحان بده ثابت کنید ضربه دکارتی بسته است و میده، ولی صمیمی این کارو نمیکنه. ما همین روند رو فکر کنم بریم. خب فقط باید یه کاری بکنیم، اون دو هفته ای که تو دیه رو یکم بیایم، یعنی علاوه بر جمعه مثلا دو سه روز تو هفته بیایم که ان شاء الله اوکی شه. آه حل میکنم، نه ترسید، وقت زیاده، بریم حالا اینا رو فعلا حل کنیم. بابا منها رو نمیدونید، الان من منها رو توضیح دادم، سوال حل کردم، نفهمیدید غلط حل کردم، توقعی دارید، بذارید بریم این چی میشه. خب کدام کامندان در پروژه استو شرکت نکردم؟ ببین اولین بس که وجود داریم که استو الان تایتله. خب کدام کامندان هم فرض کن آیدیشو خواسته برای که زیاد اذیت نشی. خب این تو پروژکته، اینم ورکس آنو من انتخاب میکنم دیگه، فکر کنم دیگه بدونید چرا. خب میخوام الان این سوال حل بکنم، من یه چیز مینویسم، ببینید یکم، میگم خب اوکی شما بیا پروژکتو جوین کن با ورکس آن سر پی آی دی و سلیکت لطفون روش بزن. من سلیکت رو با این نماد هی میزنم که شما سجسو هم نماد سلیکت روش بزن، بگو که تایتل مخالف استو. خوبه؟ بعد پی ای آی دی، این درسته یا غلط؟ هم فرض کنه همینو تو میفهم داده، چرا با منها بکنم؟ این چیش غلطه؟ چون تو من پس منهاییم نگید با منها بکنم، بفهمید که چرا با منها بکنم. دلیلش دقیقا مشابه همین مثال بالاست. ببین من اینو که بزنم اوکی، مثلا اینجا میبینه ای یک مثلا رو پروژه چه، من پروژه چی بود، پروژه اسم پروژه چی بود، پروژه استو. خب مثلا فرض کن اینجا مثلا باشه استو هست، مثلا اینجا باشه، نه اینجا مثلا باشه چه میدونم، اینجا مثلا باشه اس 1. خب میگه ا مثلا تایتل مخالف اس 2، خب ای یک رو بیار تو جواب، چه تضمینی هستش که این وجود نداشته باشه؟ خب این وجود داره، میرسه به این سطر میگه خب تایتل مخالف استو نیست، پس ای یک رو نیار تو جواب، ولی چه فایده، بالاتر که ای یک رو آورده تو جواب، ناخالصی داره. برای اینکه من این ناخالصی ها رو کم کنم باید منها بکنم. چجوری منها بکنم؟ بیام بگم که آقا شما بیا اونایی که در پروژه استو شرکت کردن رو پیدا کن، منهای کل کن، خیلی راحته دیگه، هر کی بمونه یعنی رو استو کار نکرده. پس قبول داری در فیگه زدمو؟ پس من بیام اول پیدا بکنم هر کسی که روی استو کار کرده، بعد اینو منهای کل کنم، کسایی که بمونن افرادی که رو پروژه استو کار نکردن با خیال راحت. خب پس بیام بنویسم همین حرفامو، هر جا حرفامو قبول ندارید منو پاس کنید. چه شد که باید بگر یا بگر شما کرده چه شد بگر جان نقیز؟ ما عملگر نقیز تو جبر رابطه ای نداریم، ما متمم تو جبر رابطه ای نداریم. جبر رابطه ای بچه ها با مجموعه خیلی فرق میکنه، اینو حواستون باشه. حالا توضیح میدم، بذار برسیم یکم به اشتراک برسیم، من همه اینا رو میگم. خب
چون منها رو گفتم اشاره کنم بگم بعد اون بازیه که با این دوتا تو مجموعه میکردید اینجا توضیح میدم. خب من الان چیکار کردم؟ رفتم ای آی دی افرادی رو به دست آوردم که رو پروژه استو کار کردن. اینو که دیگه قبول دارید که آقا این به من میاد یه ستون ای آی دی میده که هر آی دی که این تو هست حتما روی استو کار کرده. حالا من کی رو میخوام؟ کسی که در استو کار نکرده. خب پس بعد یه کلی منهای این بشه، درسته؟ خب کلو چی بنویسم؟ بیا 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 اوکی، اگه سوالی هست بگید. نه اوکیه، یعنی اوکیه یا اوکی نیست؟ این نه اوکیه یا اوکی؟ اوکی بچه، اوکی نیست. علی چرا اوکی نیست بگو. نه رو پروژیکس که نباست بزنیم، احتمالا منظور روی ایمپلوی بوده. هم چرا باید روی ایمپلوی بزنم نه ورکس آن؟ اینم بگو. چون ممکنه من کسی رو داشته باشم که اصلا رو هیچ پروژه‌ای کار نکرد. همین چند دقیقه قبل توضیح دادم دیگه. ببین پس میتونست همین سوال امتحان باشه، خیلی هم به نظر راحت میاد، ولی همتون میفته. چقدر با چقدر زیبا قشنگ، هیچ عیبی نره دیتابیس دو ترم بگیرید. باور کنید میدونم چند عجله داره. من خودم دفعه اول دیتابیس افتادم از تپوسی افتادم. ها ترم آخرید؟ آره دیگه. خب بعد کسی فرشید. ببینید بچه ها، من ممکنه یکی رو داشته باشم که روی هیچ پروژه‌ای کار نکرد. ببینید توی ایمپلوی من مشخصات همه کارمندامو دارم، خب اما تو ورکس آن چه ای آی دی میاد؟ ای آی دی کسی که کار کرده دیگه، رو پروژه هم که کار کرده بغلش میاد. حالا قبول داری کسی که اصلا روی هیچ پروژه‌ای کار نکرده رو استو هم کار نکرده؟ قبول داری اینو؟ ببین کوئری همه چی میخواد؟ آیدی کامندی که در پروژه استو شرکت نکره. کسی که اصلا تا به حالا تو هیچ پروژه کار نکره تو استو هم شرکت نکره. پا بعد تو جواب من بیا. بنابراین من بیام چیکار بکنم؟ من بیام به جای اینکه ورکس آنو از این کم بکنم، ایمپلوی رو کم بکنم. چرا؟ چون تو ایمپلوی دیگه همه کارمندای من هستن، ولی تو ورکس آن فقط کارمندی هست که حداقل روی یه پروژه کار کرده. اگر گرفتی من رد شم. باقی در چه وضعیتی هم؟ نگرفتی؟ خب ببین یه دقیقه من نگاه کن. آخ من اینو اشتباه نوشتم. درست، حق با شماست، من عذر میخوام. یه بار دیگه میگید لطفا. بله الان یه بار یه توضیح میدم. ببینیم من اول اومدم اینجا نوشتم ورکس آن. خب توی ورکس آن درسته من ای آی دی دارم، قبول، اما این افرادی که آی دیشون توی ورکس آنه، قبول دارید حداقل روی یک پروژه کار کردن؟ اینو قبول دارید؟ اگه اینو چرا؟ چون مثلا ببین اینجا یه پی آی دیه، اینجا هم یه ای آی دیه، درسته؟ مثلا یه بابایی که اینجا اومده، این ببینید کلید مگه ترکیبی نی؟ جزء کلید میتونه نال بشه عمرن، توضیح دادیم راجبش. بنابراین اینجا حتما یه پی ایکسی خورده، حالا مثلا مهم نیست کدوم پروژه. پس یعنی ای1 حداقل روی یه پروژه کار کرده. پس من هر آی دی که تو ورکس آن دارم، یعنی آقا این فرد حداقل روی پروژه کار کرده. خب حالا من میتونم کسی رو داشته باشم که روی هیچ پروژه کار نکرده باشه. چطوری؟ اینطوری که تمام مشخصات طرف توی
جدول ایمپلوی باشه، مثلا از که یه علی نامی توی جدول ایمپلوی من دارم این بابا رو که توی جدول ورکسان آیدیش نیمده. چرا؟ چون رو هیچ پروژه کار نکرده، درسته؟ خب حالا کسی که رو هیچ پروژه کار نکرده رو استو هم کار نکرده، پس باید تو جواب من بیاد. چرا؟ صورت سوال هم نخواسته. صورت سوال گفته آقا آیدی کامندی که رو پروژه استو کار نکرد، فرض کن مثلا من شرکت دارم، خب استو مثلا پروژه چیه؟ پروژه همین پست پلاسه. خب بعد پروژه فاجعه بوده، نگرفته، کلی هم هزینه شده و اینا، من میخوام افراد اون پروژه رو تنبیه بکنم، به دی بی ای میگم ببین لیست افرادی که روی این پروژه کار نکردن رو به من بده، درسته؟ خب بعد چیکار بکنم؟ ممکنه تو شرکت من واقعا یه بدبختی باشه اصلا رو هیچ پروژه کار نکرده، درسته؟ خب رو استو هم کار نکرده، بنابراین نباز نادیده بگیرمش. من اگر اینجا ورکس آن بنویسم، اون کسی که رو هیچ پروژه کار نکرده رو نادیده گرفتم، برای همین میام جای ورکس آن ایمپلوی میذارم که حتی اگر کسی هست که روی هیچ پروژه ای کار نکرده توی جواب بیاد. اوکی، اگه نه بگید یه جور دیگه توضیح بده. خب تعارف رو دوایسی بذارید کنار، چون شما خسته نمیشید، بیشتر من خسته میشم، ولی من مهم نیستی، من که اومدم. مثلا شما که لم داده باشید می مثلا یه خیار گرفته دستش نمک میزنه، گاز میزنه و درفای ما گوش میده. شاید من یکی سر شما نمیدونم. حالا یال هستید دیگه. خب پس این اوکیه دیگه. حل شد دیگه. ها؟ خب یه نکته هم حاجی، قسمت دومش رو بگو. قسمت دومش کجاش بگو؟ این تیکر رو میگید دیگه. آقا یه دقیقه به من گوش بدید، خیلی ساده است، ببین خیلی ساده است. من دو تا جدول دارم، یکیش ایمپلوی یکیش ورکس آن. خب من شرکت میزنم، کارمند استخدام میکنم، مشخصاتش رو کجا میریزم؟ مشخصات این یارو رو کجا میریزم؟ میریزم تو ایمپلوی. حالا افرادی که رو پروژه ها کار میکنن، خب اینا یعنی قبلا مشخصاتشون تو ایمپلوی ذخیره شده، هیچی، ولی وقتی شروع میکنه روی پروژه کار کردن، من لاگ میندازم که آقا این داره روی این پروژه انقدر ساعت کار میکنه تو جدول ورکس آن. کسی که آیدیش تا حالا تو جدول ورکس آن نیومده، یعنی رو هیچ پروژه کار نکرده. خب صورت سوال از تو چی خواسته؟ کارمندی که در پروژه استو شرکت نکرده، یعنی کسی که اصلا تا حالا کار نکرده باید بیاد تو جواب، چون تو استو شرکت نکرده. اگه تو استو شرکت کرده بود که تو ورکس آن میومد، درسته؟ برای همین من باید از ایمپلوی کم بکنم، چون ایمپلوی کل کارمندامه، ولی ورکس آن یه حالت خاصی از کارمنداست. ورکس آن کارمندایی که قطعا روی پروژه دقل کار کردن، برای همین ایمپلوی رو مینویسم نه ورکس آن. اوکیه؟ ارفان آها، خیلی خوب، شما سختش میکنی بابا، چیزی نیستش. یه دو تا چهار تا صدا سی. خب مثل که منها رو ضعف دارید، من میخواستم الان هم منها رد شم، یه منها دیگه حل میکنم. کوئری شماره چنده؟ کوئری شماره 11. کوئری 11 میگم آقا آیدی کارمندانی که فقط روی پروژه S1 کار کرده اند را لیست بنما. آیدیه یا تایتله؟ تایتله. حوصله ندارم این آیدی بگیرید، این آیدی بگیرید. آخر منها رو گفتم بابا، منها باید به شما، ببین شما باید دیده حل مسئله داشته باشید دیگه. خب مثلا اینکه من اینجا ایمپلوی انتخاب میکنم، کوشش اینکه اینجا من ایمپلوی انتخاب میکنم نه ورکس آن، به خاطر سمنتیکه. سمنتیک چی میگه؟ میگه تو مشخصات همه کامندا رو تو ایمپلوی داری،
اما قطعا کارمند ممکنه داشته باشی که رو هیچ پروژه کار نکرده، پس آیدی اون تو ورکس آن نیومده، پس اگه ورکس آن بگیری اون تو جواب نمیاد، در صورتی که اون رو هیچ پروژه کار نکرده، پر رو استو هم کار نکرد، اصلا به منها ربطی نداره. خب بریم اینجا. آیدی کامنده که فقط رو پروژه استی کار کردن، من اینو بزنم صفحه بعد یکم جا کم. خب ببین بابا، همین اول کاری من کوری غلطه رو بنویسم که بیخیال شید. این ورکس آن میگم که پی آی دی مساوی اس 1، بیا از اینم پروژکت بزن ای آی دی رو در بیار. این قطعا غلطه. چرا غلطه؟ چون آقا تو جدول ورکس آن تو پی آی دی داری، ای آی دی داری، با آورز داری، بله علت غلط رو میخوام بگم دیگه، پی آی دی داری، ای آی دی داری. اما من بچه ها شما خیلی میترسم، برای همین سعی میکنم میشه توضیح کامل رو بدم. این بابت خیالتون راحت، هر جا رو احساس کردید دارم میبیچونم یه توضیح نمیدم، بگید، گیر بدید. اگه این گیر رو به معلماتون میدادید الان این وضعیت رو نداشته. پی ای اچ، خب مثلا فرض کن که الان من اینجا دارم اس یک ای یک دو، اینجا دارم اس دو ای یک سه. من چی میخوام؟ من میگم آقا آیدی کامندایی که فقط رو پروژه اسی کار کرده، نه پروژه دیگه ای، یعنی مثلا نه رو اسی و اس، فقط اسی. خب موقعی که این کوئری رو اجرا بکنم چه اتفاقی میفته؟ میام سطر اول بررسی میکنم آیا پی آی دی مساوی اسی هست، بله ای یک بیار تو جواب، ای یک اومد تو جواب. برو سطر بعدی، آیا پی آی دی مساوی اسی یک، نه پ ای یک نیار تو جواب. الان ای یک به هر حال چه دلت بخواد چه نخواد جواب آخر ما ای یک توشه. حالا به ای یک نگاه کن، هم رو اس یک کار کرده هم رو اس دو، فقط رو اس یک کار نکرده، پس این غلطه. گرفتی چرا غلطه؟ هر جا تو دیتابیس تو جبر گیر میکنی مثل دی بی ام اس فکر کن. ببین دی بی ام اس مثل من و شما نیستش که به قضایای کلی نگاه کنی، یه مش اینستراکشن دستشه داره با اون اینستراکشن ها بازی میکنه. تو اون اینستراکشن ها که دستشه بهش میگه ببین تو باید این جدول سطر به سطر بررسی کنی شرطشو. منم همین کارو میکنم که شما متوجه بشید، میام یه جدول مثال میزنم سطر به سطر بررسی میکنم. خب اگر پس الان متوجه شید چرا غلطه یه تایید بدید، اگرم نه که بگید من متوجه بشم. خیلی خوب، پس این مشخص شد که غلط. حالا درستش چیه؟ درستش چیه؟ برو اول اونایو پیدا کن که رو اس یک کار کردن. خب من پیدا کردم اینا هاشش. فرض کن مثلا اینجا یکم اینو ادامه دارش کنم، مثلا اس یک ای دو هم دارم، پنج اس یک ایسم دارم 6. خب بنابراین من اگر اینو روی این اجرا بکنم علاوه بر ای یک دیگه کیا میان تو جواب؟ ای دو میاد تو جواب و ای سه میاد تو جواب. اوکی بابا. خب حالا دقت کن، تو اینا چی باید تو جواب نهایی باشه؟ ای دو، ای سه، ای یک نباید تو جواب باشه مگه نه؟ میگم پس ببین من اگر بتونم ناخالصی ها رو، ببین اینجا بنویسم، اگه بتونم ناخالصی ها رو از این کم کنم جواب به دست اومده. خب چجوری ناخالصی ها رو کم کنم؟ میگم ببین برو ببین افرادی هستن، برو ببین مثلا کیا رو پروژه اس یک کار نکردن. حرف قشنگی دیگه. مثلا بیام اینجوری بنویسم آقا بذار بنویسم بعد توضیح بدم. خب ببین این چی به تو میده تو خروجی؟ اینی که اینجا نوشتم. بریم ببینیم چی بهمون میده تو خروجی. پی آی دی رو ببین، این اس یک، آیا پی آی دیش مخالف اس یک هست؟ نه. خب رد شو ازش، بیا اینجا
پی آی دیش مخالف اس یک هست؟ بله. پس ای یک رو درار بیا، این ای یک برو سطر بعدی. پی آی دیش مخالف اس یک؟ نه. پی آی دیش مخالف اس یک؟ نه. تموم شد. پس در از این داره چیکار میکنه؟ داره آی دی افرادی رو پیدا میکنه. پس بذار بنویسم چون از شما میترسم من یکم. داره آی دی افرادی رو پیدا میکنه که روی پروژه های دیگری به جز اس یک کار کرده اند. مثلا ای یک، ببین الان ای یک رو شما اگه اینجا نگاه بکنی روی اینا، ببین ای یک رو میبینی اینجا، روی پروژه دیگری به جز اس یک کار کرده، اس دو. اما ای دو و ای سه تو جواب نیومد. چرا؟ چون ای دو و ای سه فقط رو اس یک کار کرده. خب من الان اینجا ای یک رو دارم، درسته؟ اینجا هم که گفتم ناخالصی دارم، هم ای یک رو داشتم، هم ای دو رو داشتم، هم ای سه رو داشتم. خب بیام اینو الان از این منها بکنم. ای یک این تو ها، این تو هست، تو جواب نمیاد. ای دو این تو هست، این تو نیست. ای دو تو جواب میاد، ای سه هم تو جواب میاد. برو نگاه کن جفتشون جز تنها کسایی هستن که فقط رو اس یک کار کرد. خب اگه جای سوال هست بگید، اگرم سوال نیست تایید کنید، علکی تایید نکنید، واقعا سواله بگید. همینا میدونه سوال امتحان باشه و شما کم بیارید و ترم بعد بیافتید دو مورد درمیش. یک بار دیگه میشویم چه نمیشویم؟ ببین یه دقیقه نگاه کن، من اول اومدم گفتم آقا فرض کن فقط این جوابته، فقط این یه تیکه جوابته، روی ورکس آن یه سلکت بزن بگو شرطم اینه که پی آی دی مساوی اس یک. خب بیا ای آی دی ها رو جدا کن. خب اومدم این کارو کردم، اومدم اینو اجرا کردم روی این جدول، جدول فرضی که تو ذهن خودم ساختم. گفتم ببین سطر اول تو جواب هست، چرا؟ چون پی آی دی مساوی اس یک، پس ای یک رو بیار بیرون. سطر بعدی تو جواب نیست، چون پی آی دی باید مساوی اس یک باشه، پی آی دی من اس دوه. سطر بعدی من چطور؟ میبینم خب نه، پی آی دی مساوی اس یک، پس بعد تو جواب بیاد، پس ای دو هم تو جواب من میاد. میرم سراغ سطر بعدی، سطر بعدی منم پی آی دیش اس یک، پس باید تو جواب بیاد، پس ایسم اومد تو جواب، پس این شد جواب این کوئری. حالا میرم صورت سوال یه دور دیگه میخونم. میگه ببین آی دی کارمندانی که فقط روی پروژه اس یک کار کردن رو ایسم، یعنی حق نداره رو پروژه دیگه ای کار کرده باشه. خب اینجا رو ببین، ای یک رو اس دو هم کار کرده ولی تو جواب اومده. من بعد یه جوری این ناخالصی، این ای یک رو این حذف کنم. چطور این کار رو بکنم؟ اومدم گفتم خب ببین قبول داری جواب من اینجاست اما ناخالصی هم توش هست، بیام ناخالصی رو حذف کنم. ناخالصی رو با این کوئری حذف کردم. چیکار کردم؟ اومدم یه کوئری نوشتم رو همون ورکس آن، دوباره سلک زدم، نوشتم پی آی دی مخالف مساوی اس یک. خب یعنی چی؟ یعنی ببین برو آی دی افرادی رو پیدا کن که روی پروژه های دیگه به جز اس یک کار کردن. چون میدونی چیکار میکنه که میاد یه دونه دونه سطر رو بررسی میکنه، هر جا پی آی دی مخالف اس یک بود میاره تو جواب. الان میاد سطر اول پی آی دی اس یک تو جواب نمیاره، ای یک رو تو جواب ببخشید ای یک تو جواب نمیاره، میره سراغ سطر بعدی ای یک اس دو، اس دو مخالف اس یک، پس ای یک رو میاره تو جواب. درسته سر سطر اولی نیاورد ولی سر سطر دومی که آورد. درسته. حالا میره سراغ سر سطر بعدی پی آی دی من مخالف اس یک باشه، اینجا پی آی دی اصلا مساوی اس یک، پس اینم نمیاره تو جواب. اینجا هم همینطور، اینم نمیاره تو جواب. پس جواب من توی این کوئری شد چی؟ ناخالصی ای یک، کسی که علاوه بر اس یک رو پروژه های دیگه هم کار کرده. حالا بیا اینا رو از این کم کن. ناخالصی این جواب دیگه، درسته؟ این یه تیکه ای که اکولات کشیدم جوابه. ناخالصی رو این کم بکنی چی میمونه؟ جواب ای دو ای سه. و اگرم بری نگاه بکنی میبینی که فقط ای دو و ای سه هستن که روی پروژه اس یک کار کرد. اوکیه؟ هیچی دیگه رو این سوال نداره. خب ببینید الان شما این فایل جبر رابطه ای که من براتون فرستادم، خب تا آخر کوئری
16 حل کنید. پس بنویسم اینجا تا آخر کوئری 16 حل کنید. خب یه عملگر من معرفی بکنم، یه اپراتور دیگه ممکنه بعضا ازش بخواید استفاده بکنم. مثلا ممکنه بیه بگی که من یه دو تا ورکس آن دارم، خب میخوام مثلا قاطی نکنم موقعی که مثلا میخوام پی آی دی ای آی دی این دو تا ورکس آن رو مشخص کنم با هم دیگه قاطی نکنم. ما یه عملگر جبری داریم اسم رینیم، میاد جدول تغییر نام میده، خب با حرف رو نمایشش میدن. بعد جلوی حرف رو اسم جدول تو بنویس، یعنی اسم جدول قدیم، پایینش هم اسم جدول جدید. پس اگر توی این برگه علامت رو رو دیدید بفهمید، ولی بازم پیشنهاد من به شما اینه به هیچ عنوان به جواب این برگه نگاه نکنید و خودتون حل کنید. خب آخرین نکته ای که میخوام تفاضل بگم بحث کاردینالیتی و دیگری. خب آمنهای بی، اولا در صورتی که این دوتا با هم بشن، منها بشن، یعنی ستون به ستون، دومین به دومین هم نظیر و تعداد ستون ها برابر، کاردینالیتی کمتر این میتونه حداقل صفر باشه، یعنی چی؟ تمام سطرهای آ تو بی باشه. حد اکثرش که میتونه بگه چقدر میتونه بشه حد اکثر؟ حد اکثر آفرین آ، حد اکثر اصلا اینجوری می نویسن کار آ، یعنی کاردینالیتی آ. یعنی چی؟ یعنی آقا هیچ کدوم از سطرهای آ توی بی نیست، پس کل آ میاد تو جواب. دیگری هم مساویه با دیگری اینم، یعنی دیگری آمنهای بی هم مساویه با دیگری آ. اوکیه. آقا منها رو اوکیید؟ آره رینیم رو میشتونم. ببین من فرض کنم یه جدولی دارم، مثلا ورکس آنو میخوام تبدیل بده کنم مثلا من به W1. خب رو می نویسم ورکس آن W1. بعد میتونم دیگه اینجا مثلا میخوام جلوتر استفاده بکنم، مثلا میگم W1 جوینش مثلا با پروژکت، یا مثلا میخوام این پایین شرط بنویسم مثلا W1 داد مثلا چه میدونم PID. آقا منها رو اوکیید؟ اگر کسی ایراد داره بگه، چون دیگه 4 دقیقه مونده به پایین کلاس، من خودم دیگه نمیفهمم شروط شما، میخوام تمومش کنم، ولی اگر کسی بازم منها رو مشکل داره وایس من بهش رو زیاده. پس برید این سوال رو حتما حل کنید بدون اینکه به جواب آخر نگاه بکنید، اصلا جواب رو بیخیال شید خودتون فقط حل کنید. خب اینا رو که حل بکنید اینا تمومه. ما انشالله جلسه بعد تقسیم رو بگیم و دیگه فکر میکنم جلسه بعد بتونم جواب رو تمومش کنم. تا چند حل کنید؟ تا 16، تا آخر 16. تا آخر 16 برید حل کنید. همین. و اگر حل کرد کسی و باز هم تمرین خواست به من بگه، من خودم یه دوره هایی که مثلا علاف می شدم اینا چیست اصلا تمرین باز خودم تر می کردم، یه سریش دیگه خیلی سخت شد، خب اونا رو مثلا می فرستم یا کتاب های دیگه چیزایی که هست مثلا تمرین می فرستم این رو شید حل کنید، اوکی می شید دیگه را می افتید. ببین جب راحته، خیلی قیش هست دیرا. جلسه بعد جمعه است. جلسه بعدی جمعه 9 صبح اگر خدا بخواد. بعد ما چیکار میکنیم؟ ما انشالله از اول دی تعداد جلساتمون رو بیشتر میکنیم دیگه، چون تا 14 دی ما میتونیم کلاس آنلاین براتون برگزار کنیم، اونجا دیگه خیلی زیاد میکنیم که برست جمعش کنیم قشنگ مرخص و بعد تماشه بره دیگه نرسنجی کنم. آخه این تعدادتون خیلی کمه، چون امروز بچه هایی که
نتونستن بیان نیستن. خب مثلا ما جلسه پیش 43 تقریبا دو برابر بود تعداد، الان نمیتونم سنجو کنم، ولی من اینو میدونم که دی به بعد تقلق، یعنی دی به بعد با خیال راحت میتونم بگم که کلاس تشکیل نمیشه. خب ما هم اذیت کن نیستیم، مثلا یه تایم شب میذاریم فوقش که مثلا همه بتونن بیان و اینا. حالا یه هفته که کنیم. پس آقا اوکیید، انا خیلی هم باید باشه بایی. مثلا من اگه شما بچه های روحانی بودید، خب مثلا من هر ترم میرفتم، چون میبینید که این ریلیشن هایی که ما داریم کار میکنیم اینا، نگاه کنید کجاست اینجاست اینا. خب ما اصطلاحا تو بحث نرمال سازی میفهمید به اینا میگیم 1NF، سطح یک نرمال. یعنی چی؟ یعنی با تک تک این فیلد ها تک عنصر است. مثلا من اینجا می نویسم 100، حق ندارم بنویسم مثلا 100، مثلا چه میدونم اینجا مثلا نویسم 100 و 101 تو یه فیلد قرارش بدن. اما ما یه دیتا مدل ریلیشنالی داریم که این کارو میشه باش کرد. خب اصطلاحا بهش میگن set attribute. یا مثلا ما یه سری مدل ریلیشن داریم، خب که اینا داخل خودشون هم ریلیشن دارن. مثلا من اینجا یه فیلد x دارم که این x خودش یه ریلیشن توشه. به اینا چی میگن؟ به اینا میگن nested relation، یا بعضی جاها بهش میگن complex object. مثلا می آوردم ارو مقالات براشون می خوندم که آره مثلا اینجا چه میدونم شما عملگرهای دیگه مثلا جبر رو اینا تعریف میشه و اینا، واسه شما نمیکنم این کارو چون میدونم نه علاقه ای دارید و نه وقتش هم هست. این بابا خیالتون راحت، چیز اضافه بر سازمانی نمیگم، تنها چیزی میگم که مال سهمیه. ما ان شاءالله دیگه جلسه بعد جبر رو تمومش بکنیم و حتی اگه برسیم چند تا سوال امتحان هم حل بکنیم براتون، دیگه بی خیال جبر شما هفته ای آینده بریم رو بحث دیتابیس دیزاین. اگر سوالی نیست دیگه تشریف ببرید که شامو بزنید دیگه، اگه هم نیفت قربانت شما خسته نباشید، سلامت باشید. خب من اینو سیوش کنم، این پی دی اف فکر نمی کنم به درتون بخوره بخوام بفرستم، چون خیلی جاهاشو پاک کردم و اینا، همون چیزایی که خودتون نوشتید و صفا کنید. سلامت باشید قربان شما. خب من این فیلمو سیوش کنم.